چقدر مواظبیم که غذای خوب و سالم بخوریم، چقدر حواسمون هست چربی وارد بدنمون نشه که هیکلمون خراب نشه، چقدر مواظبیم که لوشن خوب بزنیم به صورتمون، پوستمون رو خوب نگه داریم. همه ی اینفلوئنسرها رو دنبال میکنیم ببینیم کی داره چجوری آرایش میکنه، کی داره چجوری لباس میپوشه، کی چجوری میره ورزش کنه. آیا همون اندازه مواظب ذهنمون هستیم؟ سلام، من سلماز برقگیر هستم، استراتژیست روابط مؤثر. توی این ویدیو و چند تا ویدیو آینده من میخوام راجع به این صحبت کنم که ما چطوری میتونیم آدم‌های مؤثرتری باشیم، کیفیت زندگیمون رو بهتر بکنیم و روی تأثیر اتفاقات اطرافمون حضور بیشتری داشته باشیم. همونطور که گفتم، ما بیشتر مواقع حواسمون هست که چی بپوشیم، چجوری مواظب ظاهرمون باشیم، چی وارد بدنمون میشه و آیا این برای بدنمون خوبه، نمک زیاد خوبه، چربی زیاد خوبه، اما هیچ چقدر به این فکر میکنیم که وارد ذهنمون چی میشه. دوستای خوبم، یک خبر تاپ برای شما دارم. کل سیستم خبری، کل شبکه‌های اجتماعی مسابقه گذاشتن که ببینن کدومشون میتونن تو ذهن شما زودتر وارشن، تأثیر بهتری بذارن، چیزی که دلشون میخواد بفروشن یا خبری که دلشون میخواد شما ازش تأثیر بگیرید و وارد ذهن شما بکنن، تو ذهنتون پارک کنن و 24 ساعت ذهن شما دور اونا بچرخه. اینو میدونستین؟ دقت کنیم بهش. کلن اخبار، میدیا بر اساس این طراحی شدن که ما رو همیشه نگران نگه دارن. نه اینکه بگم اتفاقات بد نمیفته، فت فراوون، به خصوص تو این سال 2020 دیگه این حجت رو به ما تمام کرده، هممون میدونیم. ولی اخبار و میدیا کاری که دارن با ذهن ما میکنن اینه که ما رو همش در حالت آماده باش، همش در حالت نگران نگه دارن و همه چیز ذهن ما دور اون خبر بد بگرده، حتی که هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. چند وقت پیش من یه لایف داشتم و توی اون لایف با یکی از دوستای دیگه‌مون داشتیم صحبت می‌کردیم و من خواستم که یه ذره دقت و حضور بیشتری داشته باشیم به اینکه با این اخبار داریم چی کار می‌کنیم. اولین برخوردی که شد این بود که یعنی هیچ کس به هیچ کس دیگه کمک نکنه. چالش اول، هر بار یک خبری رو آگاهانه گوش می‌کنی، دنبال می‌کنی، ببینین که با دنبال کردن این خبر در واقع داریم به کی و چطوری کمک می‌کنیم. بهترین کمکی که از وقتمون بذاریم برای کسایی که به احتیاج به کمک دارن، یا بریم حضوراً بهشون کمک کنیم، اگه کسی ناراحت تلفنی بهش کمک کنیم، یا اگه میتونیم از نظر مالی کمکی بکنیم انجام بدیم. ولی اینی که یه خبری، یه زلزله که اتفاق افتاده، 120 بار تمام حواشیشو فکر کنیم، بهش گوش کنیم، فکر کنیم و خودمونو در جای تک تک اون آدم‌ها بذاریم، آیا به اون اتفاق کمک میکنه؟ نه. تنها کاری که میکنه اینه که ما ناخودآگاه فکر میکنیم با همدردی منفی با اونا یه کاری براشون کردیم. ما هیچ کاری برای اونا انجام نمیدیم. ما در واقع کیفیت زندگی خودمون رو در اون روز، در اون هفته و در اون ماه و شاید در یک سال انقدر پایین بیاریم بدون اینکه فکر کنیم ما چقدر پتانسیل های بهتری داریم برای اینکه بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و به بقیه کمک کنیم. بیاین بهتون یه مثال بزنم. تصور کنین تو جاده دارین رانندگی میکنین، بعد توی طی اون رانندگی یه دفعه میبینین یه جایی یه عالمه ماشین ایستاده. چقدر این اتفاق افتاده؟ بد فراوون. نزدیک که میشیم یه تصادف بد شده، دور از جون همه، خونین و مالین. با این که میدونین تصادفه، با این که میدونین هیچ کاری نمیتونین بکنین، با این که میدونین باید مواظب حرکتتون در اون لحظه نباشین که باعث تصادف نشین، باز چیکار میکنین؟ سرعتتون رو کم میکنین، نگاه میکنین. درسته؟ ولی حالا تصور کنین که یه غروب آفتاب خیلی خوشگله، اصلا بی نظیره، یه تیکه جاده که دارین رد میشین یه غروب آفتاب بی نظیره و فقط درخت ها اجازه میدن یه تیکه رو ببینین. چند درصد دیدین ترافیک شده ملت وایستادن اون غروب آفتاب خوشگل نگاه کنن؟ ندیدین؟ خیلی دیدین. خودتون شاید به سختی سرعتتون رو یه خورده کم کردین. اینه ذهن ما نسبت به چیزای منفی به نسبت اتفاقات مثبت. این انتخاب خودتونه که اجازه بدید چیزای منفی دائم وارد ذهن شما بشه و ذهن شما رو هضم بکنه یا چیزای مثبت. انتخاب با خودتونه. من برای شما یه چالش دارم، یه چالش دارم. چالش من اینه که از این به بعد سعی کنین که
ببینین چند درصد زمانتون رو برای اخبار، برای شبکه‌های خبری، حتی توی تلگرام، واتساپ، تو گروهاتون با اون آدما و با اون اخبار منفی خودتون رو درگیر کردین. من میخوام زمانتون رو بهش هوشیارتر باشید. خود من اگه من سوار ماشینم میشم، دو تا چیز ماشین من احتیاج داره: یک، بنزین. دو، حتما قبل از اینکه ماشین رو روشن بکنم مطمئنم که یا یه پادکست خوب مثل چنل بی، مثل بی پلاس که خلاصه کتابه، مثل هلی تاک، کلن خودتون خیلی های دیگر رو میتونین ببینین، خیلی سترین کست، یکی از اینا رو آماده دارم که گوش بدم یا دارم کتاب صوتی گوش میدم. حتما 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 من مطمئنم که چیزی دارم که گوش بدم و بعد ماشین رو روشن میکنم و حرکت میکنم. پس حواسم هست تو اون ساعتهایی که توی ماشین هستم به ذهنم چی دارم وارد میکنم. در زبان انگلیسی یک اسلنگی هست میگه garbage in, garbage out، یعنی وقتی ما یه چیز آشغال، یه چیز زائد رو وارد ذهنمون بکنیم، وارد بدنمون بکنیم، همونم از بدن و ذهنمون خارج میشه. ذهنی که دائم اخبار منفی میگیره ذهن پویایی نیست. ذهنی که دائم رو اخبار منفی تمرکز داره ذهنی نیست که بتونه نوآوری بکنه، اتفاقای قشنگ رو بتونه آغازگرشون باشه. ذهنیه که دائم مواظبه که اتفاق بدی براش نیفته. پس چالش من برای شما اینه که ساعتهایی رو که مثلا دارین رانندگی میکنین، دارین آشپزی میکنین، دارین یه کاری انجام میدید که ذهنتون آزاده، بذارید برای دانشگاه درونتون. جیم ران میگه اگر که تمام این ساعتها رو جمع ببندین، شما سالی به اندازه یه کالج کامل، یه مدرک کامل زمان دارین که چیز جدید یاد بگیرید و آدم بهتری بشید. پس انتخاب با شماست، چیزای مثبت یا چیزای منفی میخواییم وارد بدنتون، وارد بدنتون و وارد ذهنتون بشه یا نشه. تنتون سلامت، دنتون شاد.